من امروز میخوام براتون یه نوع کوفته آسون درست بکنم. ما به 250 گرم گوشت چرخ کرده گاو احتیاج داریم. دو تا پیاز، یه دونه بزرگ، یه دونه کوچیک، دو تا دونه سیب زمینی، یه دونه هویج، یه دونه فلفل و چند تا حبه سیر. برای داخل کوفته که من میخوام از پنیر استفاده کنم، پنیر گادا به صورت مربع بریدم، اینجا آماده گذاشتم و ورقه ای هم دارم. حالا شروع میکنیم به آماده کردن. ما همه اینا رو به جز یه دونه پیاز توی این چرخ رنده میکنیم، یعنی هویج، دو تا سیب زمینی و یک دونه پیاز رو من توی این گوشت رنده میکنم و بهش نمک و فلفل اضافه میکنم. من اون هویج و پیاز و سیب زمینی رو رنده کردم، بهش ادویه اضافه کردم، نمک اضافه کردم و دو تا قاشق غذاخوری هم آرد نخودچی اضافه کردم. الان اینا رو مخلوط میکنم. این باید به این شکل در میاد، یک دست. مایتابه رو میذاریم روی گاز، روغن میریزیم توش و گلوله های از این گوشت بر میداریم، گردش میکنیم تو دستمون به اندازه یه دونه گردو. وسطش رو باز میکنیم و توی هر کدوم یه دونه از اون پنیرهایی که قبلا بریدم آماده کردم اینطوری میذارم کنار. به این شکل و اینا رو توی روغن سرخ میکنیم. این کوفته ها رو همه رو من به این شکل آماده کردم. مایتابه‌ای که روغن ریختم و داغ شده اینا رو با درجه بالا سرخ میکنیم. و میذاریم که هر دو طرفش قشنگ سرخ بشه. الان اینا سرخ شده، در این حد کافیه و من اینا رو برمیدارم. خب این غذا یک سس داره که من برای این سس یه دونه پیاز و سه تا دونه سیر رو خرد کردم، الان سرخ کردم. در همین اندازه حد کافیه دیگه، الان سرخ شده. بعد من باید بهش آب گوجه فرنگی اضافه کنم، یا اگه گوجه فرنگی تازه داریم تو تابستون که رنده میکنیم، 4 تا 5 تا گوجه فرنگی رو رنده میکنیم. الان تو زمستون چون سخت پیدا میشه من از اون آمادهش رو تهیه کردم. این سس گوجه فرنگیه تقریبا داره آماده میشه الان. یکی دو تا جوشک بخوره، پپرونی توش میریزیم توش مزه بشه، البته دل بخواهیه. این در همین اندازه کافیه و این کوفته هایی که سرخ شده توی این میذاریم، این سس. من قبلا پنیر گادا هم آماده کرده بودم که بریدم، اینطوری روی اینا گادا رو میذارم برشاشو. طعم خیلی خوبی بهش میده.
درجه رو کم میکنیم، سرش رو میذاریم و میذاریم که نیم ساعت بپزه. این الان حدود 10 دقیقه دیگه این آماده است، میتونیم سروش بکنیم و بخوریم. نوش جان.